درود بر دوستان گرامی آغاز میکنم بخش سوم از سری ویدیوهای توصیه برای موفقیت در امتحان عملی رانندگی در بخش یک در واقع اون آمادگی رو گفتم چی کار کنیم کم بر ترس اون غلبه کنیم و چی همراه باشه و چطوری شروع کنیم در بخش دوم یه سری توصیه های عملی رو گفتم به خصوص تو اتوبان تعیین سرعت مقدار سرعت و حق تقدم رو رعایت کنیم فاصله ها رعایت را کنیم و در این بخش میخوام توصیه هایی که دوستان داشتن رو به شما بگم به صورت تکس اینجا آماده کردم و میخونم توضیح میدم و بعضی هم البته تو ویدیوی قبل مسلمان توضیح داده شدن خب یکی از دوستان نوشته من بار اول امتحان کتپی و عملی را قبول شدم در امتحان عملی اول سوال در روشن کردن چراغ ماشین میپرسن خب گفتیم که همیشه موقعی که بخواید به امتحان عملی بدید حتما قبلش فارشوله چهار پنج جلسه تمرین کرده باشید اون ماشینی هم که سوارید با همون ماشین امتحان میدید از معلم رانندگی حتما بپرسید خب ابلندیش کجاست ماشین چراغ مثلا مه کجاست مه شکن یا چراغ نور بالا کجاست اینا رو بپرسید از همونا چون هر ماشینی در واقع جاش مختلفه بهتره از همون معلمه پرسیده باشید که خیلی هم راحته در واقع حالا یا بوغ ماشین کجاست اینا رو پس گفتیم در موقع حرکت خیلی مهم راهنما زدن اینو ما درس قبل تکرار کردیم ویدیو قبل که چطور حتما راهنما تغییر جهت یعنی راهنما در موقع رانندگی خیلی مهم هر چند ثانیه یک بار تواب آینه های چپ و راست و آینه وسط را نگاه کنید این خیلی درسته همون هم تو توضیح شده دادم که نگاه کنید به حال اون ممتحن متوجه بشه که شما دارید نگاه میکنید که مسئول امتحان متوجه شود سرعت توی شهر خیلی مهمه گفتیم 50 هست مگر اینکه تابلو اونجا باشه که کمتر زده باشه یا توی فرکرت به قوی طبقه جایی که بچه ها بازی میکنن اینا در حال 7 کیلومتر در ساعت رو گفتیم به خصوص زمانی که اتوبوس تو ایستگاه ایستاده باشه خب اتوبوس تو ایستگاه باشه وقتی اون چارت چراغش میزنه گفتیم باید با شخیط و از کنارش رد شیم وقتی اون چارت چراغ نزنه از کنارش رد میشیم سعی کنید سرعتتون رو باز کمتر کنید به نظر من سرعتتون رو کمتر کنید یکم مراقب باشید به حال ولی اگه چهار تا چراغش نزنه ما نیاز نیست شرید گشفینش کات بریم اینو بدونید یک مرحله امتحان هم هست که میگن روی سرعت 20 باید رانندگی کنید و خیلی سریع ترمز بزنید که اکثر العمل شما را بداند این همون ترمز استراریه در واقع گفار بغمزون شما مثلا با یه سرعت خاص میرید یه دفعه میگه ترمز کنید اون موقع دیگه هر دو پا پای چپتون رو ببرید رو کلاش پای راستتون رو ترمز تا آخر هر دو رو بزنید سریع رحم نکنید اینجا دیگه بزنید که <applause> <applause> در واقع سری وایسی در واقع این ترمز استراری رو میخواد بگه ممکن اینم از شما بپرسن حتما توی فارش تونده. تمرین رانندگی حتما اینو از معلمتون بخواید که انجام بده معمولا انجام میدم برای پارک کردن ماشین هم میشه اگه بار اول خوب پارک نشد یکم عقب جلو کرد پارک را درست کرد اینم بهتون گفتم امتحان عملی خیلی راحته فقط نباید استرس داشته باشید خب مرسی از این دوست گرامی دوست بعدی نوشته سلام من خودم با راهنمایی که یکی از دوستانم که مدرس تعلیم رانندگی بود برای بار اول به راحتی قبول شدم و این نکات بسیار و این نکات بسیار پیش پا افتاده هست به خاطر همین پیش پا افتاده بودنش هست که کمتر بهش توجه میشه و باعث عدم قبولی میشه خب نکته هایی که این دوستمون گفتن حتما فرمان ماشین را در تمام طول امتحان دو دستی بگیرید این خیلی مهمه بعضی از دوستان تو ایران حالا سالها رانندگی کردن بنا به عادت یه دستی میگیرن یه دستشون همیشه روی دنده است این کارو نکنید دستتون دو دستی بگیرید فرمونو دو زمان نزدیک شدن به خطوط آبر پیاده حتما سرعت را مناسب و متعادل کنید خیلی مهمه حتی اگر آبر پیاده نبود و حتما جوری که ممتن متوجه رفتار شما بشه و به دو طرف خط آبر پیاده نگاه کنید تا ممتن متوجه بشه شما حواستون به آبر هست و اهمیت میدهید این واقعا مهمه خط آمار پیاده رسید حق تعدم ندارید حتی کسی اونجا نبود سرعت یکم کمتر کنید یکم این ور رو نگاه کنید در واقع این ور اونور خط آمار پیاده رو یکی از دلایل اصلی رد کردن داوطلبان آسیایی و خصوصا خاورمیانه و جنوب شرق آسیا به حال یه سری کشورها به دلیل عدم توجه رانندگان و قوانین رانندگی به سلامت دیگران به خصوص این پیاده است و ممتن شدیدا تحت فشار دولت است و به کسانی که به جان دیگران احتمال جان دیگران را به خطر میاندازند قبولی ندهد خب اینم به حال کامنتیه که این دوستمون گذاشته در این مورد سه خب سه رو گفته خطوط ریل که نزدیک شدید حتما چک کنید و طوری که ممتن ببینه گفتیم خط راهن که نزدیک شدید به محل عبور قطار حتما نگاه کنید سرعتتون کمتر کنید توقف کنید به حال نگاه کنید سرعتتون رو کم کنید مو توقف نمیخواد بکنید اونجا سرعت رو کم کنید اگه بسته بود اگه باز بود منظورم اگه بسته بود که وای میسی. خب چار بدون راهنما زدن هیچ وقت لاین عوض نکنید گفتیم تغییر جهت همیشه راهنما لاین عوض کردن راهنما و وقتی راهنما هم زدید بسیار آرام و با حوصله لاین عوض کنید درسته این درسته سعی کنید یواش باشه سری نباشه هکتیش نباشه به هیچ وجه از سرعت مجاز در مناطق مختلف شهر بالاتر نروید اینم که مسلمه که 50 تا توی شهر هست همون همانقدر که بالا رفتن از سرعت مجاز باعث رد شدن میشه همانقدر هم یواشتر رفتن از سرعت مجاز باعث رد شدن میشه دقیقا درست شما یه جایی که میتونید تا برید اگر 30 تا برید خب پشت سریاتون چیکار کنن وایستن پشت سر شما پس دقت کنید یواش رفتن هم همه جا خوب نیست یکی دو کیلومتر در ساعت زیر سرعت مجاز باشید خوبه ولی اینکه نه دیگه ده کیلومتر یا 20 کیلومتر شش هیچ سعی نکنید با رفتاری خاص به ممتعین بفهمانید که راننده متبهری هستید دقیقا این هم درسته به جز اجرای کامل قوانین رانندگی کار دیگه ای نکنید منظور حرکاتی است که ما ایرانی‌ها برای اثبات راننده بودن به دیگران عادت داریم انجام مثل یه دستی رانندگی کردن به حالت خاص نشستن سری دنده عوض کردن پارک کردن سری البته سری دنده عوض کردن بد نیست سری بالا یک دو سه سری برید تا آخر گاز ندید یه دنده رو پر کنید پارک کردن سری حالا پارک به هر حال سعی کنید آرامش داشته باشید این دوستمون اینو میخواد بگه رعایت کامل حق تقدم ورود به میدان بله اینم ورود به میدان مهمه وقتی از میدان خوار... ورود به میدان هست کسی که تو میدان هست حق تقدم داره به اون حق تقدم بدید خارج هم میخواد بشید حتما های راست بزنید خارج بشید 8 نحوه سعی نزدیک شدن یا گذشتن از دوچرخه سواری هم درس قبل گفتم حتما یک فاصله رعایت داشته بشه اگه نتونستید این فاصله را را رایت کنید یا به حال خطر ایجاد شد وایسید پشت سر اون را دو چرخه سوار یواش برید با فاصله اصول ابتدای رانندگی هم که دیگه نیاز به یادآوری نیست اطلاعات از ماشین و تابلوها بقیه موارد که دوستان از تعلیم دنده و تجربه دیگران و تجربه خودشون که مطابق قانون رانندگی اروپا باشه نه قوانین ایران فرا میگیرن به هر حال دقت کنید این قوانین اینجا فرق میکنه من گفتم حتما اگر راننده خوبی هم بودید باز هم برید چهار پنج جلسه تمرین حتما داشته باشید قبل از اینکه امتحان عملی رو بدید با یه نفر که معلم هست توی فارشوله خب دوست دیگه ای نوشته فشار باد لاستیک ماشین تو زمستون و تابستون فرق میکنه بله تو زمستون فشار باید کم بیشتر باشه البته همیشه وقتی از فشار میاد همیشه بدونید کجاست اون اطلاعاتی که راجع به فشار ماشین هست معمولا تو در باک ممکنه نوشته باشه یا توی خود در ماشین در ماشینی که باز کنین کنارهای در ماشین توی اون قاب در ماشین نوشته شده باشه یا توی اون دفترچه راهنمای ماشین در واقع اینا رو زده همیشه تو زمستون یکم باید بیشتر باشه بادمون رایفن دروک است هور موس هور زاین در موس ایم وینتر هور زمستون بیشتر باشه معمولا بهتر همیشه ما یه مقدار اصلا رایفن اون فشار بادمون بیشتر باشه از حالتی که استاندارد اون کارخونه زده بهتره بیشتر باشه مثلا دو دهم بار بیشتر باشه یا یه دهم بار بیشتر باشه معمولا وقتی توی اتوبان میرید میخواید مثلا 5 6 ساعت کنید با یه سرعت مثلا بالا یا به حال دقت کنید که اینجا یه مقدار فشارتون رو یکم بیشتر کنید بستگی به وزنم داره مثلا توی همون باک ماشین در باک یا توی اون قاب در نوشته معمولا اگه دو نفرید مثلا دو بار باشه اگه سه نفر اگه پنج نفرید مثلا دو نیم بار باشه این فشار پس دقت کنید توی زمستون کم بیشتره زخامت پروفیل لاستیک هم گفتم 1.6 میلی میلیمتر حداقل باشه اندازه گیریش هم میتونیم حالا یا با یه سکه اندازه بگیریم با یه یه چیزای خاصی هم وجود داره میشه باشون اندازه گرفت از معلم راهنمایی بپرسید که اون تو ماشین احتمالاً هست که اندازه میگیره یه خط کشه در واقع خب چون با همون ماشین که تمرین میکنید با همون ماشین هم امتحان میگیرم پس حتما یک بار هم در باک بنزین را نگاه کنید و فشار باد لاستیک ماشین را نگاه کنید بله گفتم که تو در باک نوشته معمولا جعبه کمک های اولی را نگاه کنید و اسم آلمانی آن را یاد بگیرید که میتونیم بگیم erste Hilfe یعنی کمک اولیه اخست تاشه erste کاستن در واقع یعنی اون جعبه یا میتونیم بگیم تاشه تاشه یا, همون در واقع کیفه یا میتونیم بگیم فرباند فرباند کاستن و در فرباند فرباند در واقع همون بانده بانداجه فرباند تاشه فرباند تاشه یا فرباند کاستن یا میتونیم بگیم اخسه هیلف کاستن اینا همون جعبه کمک های اولیه است که توی ماشینه در واقع توی صندوق عقب, عقب ماشین هست حالا اگه گفتن که اونم دارید یه چیز دیگه که هست حالا اینو بگیم فرباند کاستن جعبه همون کمک ها وان 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 در واقع وقتی ماشینتون تو اتوبان یا یه جایی خراب شد میرید اونو 100 متری یا 20 متری اون میذارید ورتر که ماشینا نیان بهتون بزنن در واقع بهش میگن وان اونم تو ماشین هست و حتما هم دقت کنید وان وست تو ماشین باید باشه وان وست یعنی جلیقه در واقع خطر که شما میپوشید اگه ماشینتون خراب شه اونو میپوشید میاد بیرون که ماشینا در واقع شما رو ببینن اینا اینم فلیش هست اینم در واقع ماشین خراب شد حتما باید اینو بپوشید قبلا نبود و الان هست فکر کنم خب اینا رو هم پس یاد بگیری یه تا کلمه هست دیگه وارن وست وارن دریک فربان کاستن که توی ماشین باید موجود باشه خب پس این به خاطر بسپاری یه بارم در صندوقه در اون صندوقه رو باز کنید این کف کوفراوم میگن صندوقه کف اینا اگه گفتن کجاست بگید این کوفراوم توی صندوق عقبه که نگاه کنید با همون معلمم هم یه بار نگاه کنید حتی وستر رو بپوشید وارد خای کو نگاه کنید به هر حال اگه پرسیدن خب دوستی گفته دوستان من یک بار مردود شدم مواظب باشید میگم پیچیدن مخصوصا چهار از روی خط ها رد نشوید اینو من گفته بودم که بیاد راحت وسط میدون تقاطع بعد بیاد رچید نه یاد از اون خطای تقاطع رچید در واقع اگه جا داشته باشه دقیقا از همون جا رچی توی درس قبل گفتم و به کسایی که از روبرو میان هم اجازه بدید رچن شما حق تعدم ندارید مثلا سر یه تقاطع هستی سبز شده شما میخواد بپشید چپ میاد وسط تقاطع دیگه وای نمیسید اونجا که پشت چراغ راهنما میاد وسط تقاطع ولی میذارید که اونایی که از اون ور میان بعد شما رد میشید خب دوستی نوشته من یک بار تا حالا امتحان دادم و ولی رد شدم اون هم به این دلیل که پشت چراغ قرمز ایستاده بودم دوتا ماشین جلوی من بودن اونها رد شدن و زمانی که من میخواستم عبور کنم چرا زرد شد به چرا زرد باید خیلی توجه کنیم و از اونجایی که باید یک محوطه بزرگ را دور میزدم و میدونستم زمان ندارم و چرا قرمز میشه همونجا ایستادم در واقع این به نظر من باید میرفته زرد شده دارید حرکت دارید میکنید دیگه برید مگر اینکه از فاصله زرد بشه بتونید با ترمز کردن راحت پشت سر پشت پشت ها وایسید اگر نزدیک 10 متر 5 6 متر نزدیک چراغ راهنما بودید و زرد شد برید وای نسید اونجا چون اگه بخوای ترمز کنید ترمز استراری باید بزنید میرید روی خط آبر پیاده در واقع طول ترمزتون طولانی میشه نمیتونید پشت قرمز وایسید در واقع ولی اگه فاصله زرد شد وایسید همونجا سرعت کم کنید خب رفته وسط خط آبر پیاده وایساده با وجود اینکه مربی گفت درست کنترلش کردی ولی توی موارد خطام نوشته شد خب پس رد شدن در واقع انگار و یکی دیگه اینکه من فکر می‌کردم قبول شدم یه بار دیگه هست حالا یه همون روزه نمیدونم همه این موارد رو خوب انجام دادم و ممتن تشکر کرد خب خدا رو شکر قبول شد نه و گفت خب خوب بود ممنون و من فکر کردم می‌کردم امتحان تموم شده دیگه توی مسیری که سی تا باید می‌رفتم با سرعت چل تا رفتم و گفت لای دنیشت خب شاده شاده حیفه تا آخر امتحان دقت لازم رو داشته باشید این نکته بود اینجا تا آخر امتحان حواستون باشه سریع خوشحال نشید تموم که شد از اون ام... اومد پایین از اون ماشین رو پارک کردید ترمز دستیرم کشیدید اینم دقت کنید تموم که شد و اون گذاشت تو دستتون برگی قبولی رو اون موقع بگید تموم شد پس اینم مهم بود خب این خیلی مهمه یکی از دوستان دیگه وقتی چراغ قرمز هست و شما دست راستت آزاد هست با اون فلش سبز که روی چراغ راهنمایی هست باید ایست کامل کنید اینو توی در و شولتابلیک هم مهمه اینو بارها گفتم ببینید این منظورش این تابلو هست چراغ قرمزه یه چیز سبز زده سمت راست مثلا شما اینجا در واقع میتونید بپیچید سمت راست ولی باید پشت هالت لینیه پشت خط آبر پیاده یا حالا هر چی هست اونجا وایسید سرعت رو صفر کنید این ور نگاه کنید اگر کسی نیومد اون موقع برید نیاز نیست اونجا وایسید واسه همیشه اگر کسی نیومد اگه نگاه کنید اگر کسی نیومد شورت بلیک کنید این ور نگاه کنید برید پس وایسادن اونجا علیکی هم چون اگه چرا قرمز بوده ولی این ور یه خط سبز داره یعنی شما اجازه دارید برید ولی باید به اون ور این ور اون ور به همه حق تقدم بدی به آور پیاده به دو چرخه به ماشینایی که از یه طرف دیگه میان به هر حال خطر نباشه میتونید برید اگه چراغ سبز بود این خط سبزم بود اونجا راحت میتونید برید دیگه اونجا حق با شماست خب یکی از دوستان دیگه من الان امتحان دمیلیج قبول شدم بار اول حدود یه ساعت پیش کامنت های شما دوستان خیلی کمک کرد و همتون فردا گواهینامه رو میگیرم و عکسشو میذارم <applause> خیلی هم خوبه امیدوارم که این توصیه‌ای که این دوستان هم اینجا کردن به دوستان کمک کنه که یه مقدار با اطمینان بیشتر و تجربه بیشتر به حال امتحانو بدن شما دوستانم اگر امتحان دادید حالا قبول شدید بیاید زیر همین ویدیو یه کامنت بذارید و بگید چه جوری بوده به حال اون تجربه رو با دوستان دیگه تقسیم کنید خب امیدوارم این سری ویدیو هم بهتون کمک کنه که امتحان عملی رو قبول بشید و این باعث خوشحالی خواهد بود و از همه مهمتر زیشق فارد چوز